به نام خدا، محمد آشتیانی سرش هستم. توی بخش اول این آموزش که برای مجموعه فرادرس زد میشه، قصدیم در مورد اصول کنترل کیفیت پایپینگ صحبت کنیم. مطالبی که توی این مجموعه آموزشی قراره در موردشون صحبت کنیم، ابتدا مقدمه بر پایپینگ، یک سری مقدمات در مورد سیستم های پایپینگ، واحد هایی که توی سیستم پایپینگ کاربرد دارن صحبت میکنیم. قسمت بعدی در مورد اسناد و مدارک پایپینگ بحث میشه. تمامی اسناد، استانداردها و مدارک پرکاربردی که توی سیستم پایپینگ به کار میره در موردشون صحبت میکنیم. فصل بعدی در مورد متریال شناسی، استانداردهای متریالی صحبت میکنیم و فصل آخر هم در مورد اتصالات در سیستم پایپینگ، اتصالات پرکاربرد و همینطور استانداردهای ساخت و متریالیشون. خب دوستان، پایپینگ توی لغت به معنی لوله کشی هستش. لوله کشی یعنی طراحی، اجرای لوله و اتصالات با هدف انتقال سیال از یه نقطه به نقطه دیگه. بنا به اون هدفمون از سیال‌های مختلفی استفاده میشه. وقتی که سیال مختلفه، ما قطعاً از لوله‌های مختلفی استفاده میکنیم. همین مورد ما رو مجاب میکنه که از همه لحاظ، از همه ابعاد این لوله‌ها رو بشناسیم. چه لازم متریالی و چه لازم ساخت. چند نوع سیستم لوله کشی داریم. اولین سیستم لوله کشی، سیستم های لوله کشی تأسیساتی یا همون پلامبینگ هستن. این سیستم ها سیستم های لوله کشی ساختمان و فاضلاب بین سیستم های مکانیکی هستن. سیستم لوله کشی بعدی، سیستم های لوله کشی انتقال سیال یا پایپلاین هستن. همون خطوط انتقال سیال که عمدتا نفت و گاز هستن توی مسافت های طولانی. و سیستم لوله کشی بعدی، سیستم های لوله کشی فرایندی یا پایپینگ هستند که ما توی مجموعه به تفصیل در موردشون صحبت میکنیم. پایپینگ به چه معنی هستش؟ پایپینگ یعنی مجموعه طراحی، ساخت و اجرا و نصب و بازرسی خطوط لوله کشی و همچنین آماده سازی اونا برای راه اندازی یک واحد صنعتی. یک پروژه پایپینگ یا سیستم لوله کشی فرایندی از 4 تا واحد یا 4 تا قسمت تشکیل شده که برای اجرا کردن این سیستم هر 4 قسمت وظایف خاص خودشونو دارن که باید به درستی انجام بشه. واحد اول واحد طراحی هستش، واحد دوم واحد دفتر فنی، واحد سوم واحد اجرا و واحد چهارم هم واحد بازرسی هستش. حالا ببینیم واحد طراحی چی کار میکنه، وظیفش چیه و چه کارهایی رو در طی پروژه انجام میده. واحد طراحی با استفاده از اصول و مبانی اولیه و طراحی های فرایندی. حالا منظور از طراحی های فرایندی چیه؟ برای مثال ما میخواییم از نفتی که از خلیج فارس استخراج کردیم طی یه فرایندهایی بیاییم و میعانات نفتی مثل بنزین و گازوئیل تولید کنیم. اینا میشن بحث های طراحی فرایندی. طراحی های مدل اولیه که با نرم افزار PDMS انجام میشه معمولاً، آنالیز و تحلیل تنش های خط که عمدتاً با نرم افزار سزار انجام میشه و بعدش هم بازسازی و مدل سازی که این قسمت هم با نرم افزار PDMS انجام میشه و یا محاسبات دیگه‌ای مثل محاسبات هیدرولیک شبکه های سیال که با نرم افزار پایپ‌نت انجام میشه، همینطور تحلیل خطوط لوله کشی چند فازی که با پایپ فاز انجام میشه و یا یه سری محاسبات دیگه و آخر هم نمودارهای مربوطه رو طراحی و برای اجرا آماده میکنن. خب دوستان، اینجا صحبت از نقشه ها شد. بهتره بدونیم که نقشه ها رو به صورت سه‌بعدی با نرم افزار PDMS میکشن و بعد هم با اتوکد خروجی میگیرن. واحد طراحی یه سری وظایفی داره که اونها رو بررسی میکنیم. اولین وظیفه این هستش که نقشه های واحد های آماده ساخت رو آماده و طراحی بکنه. وظیفه دوم این هستش که با توجه به اون شرایط اجرایی و موانع کاری که توی پروژه هستش بیاد و اصول طراحی رو اعمال کنه و نقشه ها رو آماده کنه. وظیفه بعدی هم این هستش که اون تغییراتی که از دفتر فنی که به اسم سند TQ دریافت میکنن رو در موردشون نظر بدن و بررسی کنن. واحد بعدی واحد دفتر فنی هستش. واحد دفتر فنی معمولا رابطه گروه های طراحی با اجرا و بازرسی هستش که وظیفه اونها به شرح زیره. بررسی کلی مدارک و نقشه‌های پایپینگ و تولید نقشه‌های اجرایی. دوستان، نکته‌ای که هستش توی بحث نقشه‌خوانی هم در موردش صحبت می‌کنیم، نقشه‌های پایپینگ که واحد طراحی به ما میده یه سری نقشه‌های خام هستن که واحد دفتر فنی باید بیاد اینها رو جوینت گذاری بکنه و اینها رو به صورت نقشه‌های اجرایی در بیاره و به واحد‌های اجرا و بازرسی تحویل بده.
وظیفه بعدی ارائه لیست متریال های مصرفی بیل آف متریال و تهیه فرم های درخواست از انبار هستش. وظیفه بعدی آماده سازی پایگاه داده جهت ثبت عملیات های اجرایی و بازرسی. دوستان، توی واحدهای بازرسی و اجرایی هر عملیاتی که انجام میشه باید توی یک سری سندهایی به اسم QC فرم ثبت بشه. این اسناد به دفتر فنی تحویل داده میشه و یک سری پایگاه داده از اینها توسط دفتر فنی تشکیل میشه. وظیفه بعدی تنظیم اولویت‌های اجرایی جهت تنظیم برنامه زمانبندی و ارائه اونها به واحد اجرا هستش. دوستان، توی کار لوله‌کشی فرایندی یا پایپینگ یک سری اولویت‌ها باید رعایت بشه. برای مثال بعد از تکمیل شدن 80% خطوط زیرزمینی ما به سراغ خطوط روزمینی میریم. این اولویت‌ها رو کی تعیین می‌کنه توی پروژه؟ دفتر فنی. وظیفه بعدی کنترل ابعادی کار پیش ساخت هستش. و وظیفه بعدی انعکاس مشکلات نقشه و اعلام تناقض‌های میان مدارک توسط نامه‌نگاری‌های فنی. این بحث همون بحث اسناد TQ هستن. اسناد TQ توسط دفتر فنی برای واحد طراحی ارسال میشن طی یه سری نامه‌نگاری‌های فنی که تمام مشکلات نقشه و اون تناقض‌هایی که ممکنه توی نقشه وجود داشته باشه رو به واحد طراحی اطلاع میدن. پس میتونیم اینجا نتیجه بگیم که واحد طراحی تا آخر پروژه باید همراه اون پیمانکار باشه. واحد بعدی واحد اجرا هستش. واحد اجرا مسئولیت عملیات اجرایی و ساخت پروژه رو به عهده داره. برای مثال استخدام فیترها، جوشکارها و تیمهای اجرایی. وظایف واحد اجرا به شرح زیره: آماده سازی محیط‌های اجرای پایپینگ مثل کارگاه و سایت که ما توی بحث بازرسی هر دوی اینها رو داریم و جز نکات بازرسی ما هستن، کارگاه و سایت. وظیفه بعدی فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز برای ساخت و اجرای پایپینگ. وظیفه بعدی دریافت متریال های مصرفی از واحد متریال و تحویل دادن اونها به واحدها و تیم های اجرایی. وظیفه بعدی ارائه گزارش ها و میزان پیشرفت کار و خطوط اجرا شده به واحدهای مدیریتی که همون بحث QC فرم ها هستن. و وظیفه بعدی هم هماهنگی با واحد بازرسی جهت نظارت بر تمام مراحل ساخت و دریافت تاییدیه. دوستان، از این قسمت نتیجه‌ای که می‌گیریم این هستش که واحد بازرسی نه تنها بعد از اتمام پروژه بلکه موقع انجام پروژه هم در کنار تیم اجرایی هستش و باید تیم بازرسی تمام تست‌ها و مراحل ساخت رو بازرسی کنه. دوستان، واحد بازرسی بعد از اجرا و همچنین در حین اجرایی خط با استفاده از یه سری اصول، دستورالعمل‌ها و استانداردها و نقشه‌ها میاد و اون عملیات لوله‌کشی و پایپینگ رو بررسی و چک می‌کنه. حالا واحد بازرسی مثل واحد قبلی یه سری وظایف داره که به اونها اشاره می‌کنه. وظیفه اولش اینه که همه دستورالعمل‌های ساخت، نظارت، تست و راه‌اندازی خطوط پایپینگ رو باید آماده بکنه. وظیفه بعدیش این هستش که همه فرم ها و اسناد مربوطه مثل QC فرم ها رو تهیه و آماده سازی کنه. وظیفه بعدی این هستش که به همه محیط های اجرایی پایپینگ مثل کارگاه ها و سایت ها نظارت داشته باشه و آنها را بررسی کنه. وظیفه بعدی واحد بازرسی این هستش که همه نیروهای اجرایی پایپینگ رو باید بررسی و تایید صلاحیت کنه. وظیفه بعد این هستش که آزمون‌های مربوط به جوشکارا رو انجام بده و گواهینامه اونها رو ارائه کنه. وظیفه بعد این هستش که همه متریال‌ها و مواد مصرفی رو باید بررسی و تایید کنه. همینطور یک بازرس پایپینگ باید تمامی آزمایش‌های مربوطه رو توی تمامی مراحل پایپینگ انجام بده و اونها رو بازرسی کنه. وظیفه آخر واحد بازرسی همین هستش که گزارش ها از تمامی مراحل بازرسی رو تهیه و جمع‌آوری کنه و اونها رو توی یه سری سندها به اسم QC فرم ها تحویل دفتر فنی بده. برای اینکه بازرس پایپینگ بشیم چند نیازمندی داریم، چند تا الزامات وجود داره که باید اونها رو رعایت بکنیم و به اونها مسلط باشیم. نیازمندی اول شناخت نقشه های پایپینگ هستش. دوستان، ما 3 نوع نقشه پایپینگ خواهیم داشت. نقشه اول PFD، نقشه دوم PNID و مهمترین نقشه نقشه های آیزومتریک هستن که ما باید تمام این نقشه ها رو بشناسیم و بتونیم اونها توی بازرسی هامون استفاده کنیم.
نیازمندی بعدی این هستش که شناخت اسناد و مدارک پایپینگ. دوستان ما باید تمام اسناد و مدارک پایپینگ رو بشناسیم، نحوه پر کردن اونها، نحوه استفاده کردن از اونها. برای مثال استانداردها، ما باید بدونیم چجوری باید از استانداردها استفاده کنیم. و نیازمندی آخر هم شناخت اجزای پایپینگ هست. خیلی پر واضحه که برای اینکه بتونیم بازرسی داشته باشیم روی خط اجرا شده یا در حین اجرا، باید تمام اجزای اون سیستم پایپینگ رو بشناسیم، چه از لحاظ استانداردی چه از لحاظ ساخت، که بتونیم اونها رو بازرسی کنیم. دوستان مقدمه مجموعه در این قسمت به پایان میرسه. خیلی ممنون از همراهیتون. انشاءالله در فصل بعدی با اسناد و مدارک پایپینگ در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار. به نام خدا، محمد آشتیانی سرش هستم. توی درس دوم در مورد اسناد و مدارک پایپینگ صحبت می‌کنیم. دوستان برای اجرا کردن بهینه و اصولی هر پروژه توی هر صنعتی، چه فرق نمی‌کنه، چه صنایع سیالاتی مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمیا، نیروگاه‌ها یا حتی صنایع جامداتی و هوافضا، هیچ فرقی نمی‌کنه. اون بخش مهم و الزامی وجود اسناد و مدارک مهندسی هستش، مثل نقشه‌ها و استانداردها. عملیات پایپینگ هم دقیقا به همین شکله. برای اجرا کردن بهینه و اصولی عملیات پایپینگ توی صنایع مثل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها یا حتی نیروگاه ها، با خیلی از مدارک و استانداردها مثل نقشه ها و استانداردها و یه سری مدارک دیگه روبرو هستیم که برای اجرا کردن و نظارت کردن روی این سیستم های پایپینگ لازمه که تسلط بالایی روی این مدارک داشته باشیم. دوستان ما سه دسته اصلی مدارک توی این حوزه خواهیم داشت. دسته اول نقشه های پایپینگ هستن، نقشه های PFD, PNID و آیزومتری که به اونها میپردازیم. دسته بعدی مدارک پایپینگ هستن، مدارکی مثل پروسیجورها، مثل PMS ها، مثل QC فرم ها که خیلی مدارک مهمی هستن و توی عملیات پایپینگ نقشه بسزایی دارن. دسته بعدی استانداردهای پایپینگ هستن، استانداردهای بین المللی مثل ASME، مثل AWS یا استانداردهای داخلی مثل IPS. دوستان در مورد نقشه ها میتونیم بگیم که نقشه ها یه سری طرح ها و دستورالعمل های هر پروژه هستن که یکی از مهمترین اسناد اون پروژه به حساب میان، که ما باید برای اجرا و بازرسی شناخت خیلی بالای روی این نقشه ها داشته باشیم. نقشه ها معمولا فاکتور خیلی مهمی تو اجرای هر پروژه به حساب میان. مهمترین نقشه هایی که توی سیستم های پایپینگ وجود داره سه دسته هستن. نقشه های اول دیاگرام های جریان یا فرایند، Process Follow Diagram یا همون نقشه های PFD. نقشه های بعدی دیاگرام لوله کشی به همراه ابزار دقیق، Piping and Instrument Diagram یا همون نقشه های PNID. و مهمترین نقشه هایی که توی سیستم های پایپینگ وجود داره نقشه های آیزومتریک هستن یا همون پایپینگ آیزومتریک، که به بررسی این نقشه ها به سلایت های بعدی میپردازیم. دوستان نقشه اولی که در موردش صحبت میکنیم دیاگرام های جریان یا فرایند یا همون نقشه های PFD هستن. این نقشه ها نشون میدن که چه محصولاتی و به چه میزانی توی هر واحد تولید میشه. این نقشه ها در واقع ارتباط بین تجهیزات اصلی سیستم مثل مخزن‌ها، مبدل‌ها، فیلترها، راکتورها، پمپ‌ها و یه سری تجهیزات دیگر رو نشون میده. همینطور جریان سیالات شیمیایی و تجهیزات درگیر رو توی هر فرایند نشون میده. خواص سیالا مثل دما و فشار و چگالی رو هم نشون میده. نکته ای که در مورد این نقشه ها، یعنی نقشه های PFD هست، اینه که این نقشه ها عناصر جزئی مثل ابزار دقیق رو نشون نمیده و به طور خلاصه این نقشه ها مسیر اصلی فرایندهای اصلی هر واحد رو برای ما نشون میده. نقشه بعدی که در موردش صحبت میکنیم دیاگرام های لوله کشی به همراه ابزار دقیق یا همون نقشه های PNID هستش. بعد از اینکه نقشه های PFD تهیه و تایید میشن، نمودارهای PNID تهیه میشن. توی این نقشه ها یه سری جزئیات بیشتر از تجهیزات سیستممون رو به نمایش میذاریم. یه سری تجهیزات مثل وسایل کنترلی، تجهیزات مکانیکی، شیرها، فلنچها، تجهیزات ایمنی دریچه ها که همون ونت ها هستن، محلهای تخلیه یا همون درین ها، برخی از فیتینگ ها مثل فلنچ ها، تبدیل ها،
خطوط شروع و تخلیه موقتی ورودی یا خروجی و سایر لوازم کنترلی دیگه که اینجا مشاهده میکنیم. مهمترین نقشه‌ای که توی سیستم های پایپینگ وجود داره نقشه های آیزومتریک پایپینگ هستن. نقشه های آیزومتریک اجرایی ترین و پرکاربردترین نقشه ها توی سیستم پایپینگ هستن که بعد از تایید شدن نقشه های PNID این نقشه ها تایید میشن. پس یه مروری بکنیم، ابتدا نقشه های PFD تایید و تایید میشدن، بعد نقشه های PNID و بعد از اونها نقشه های آیزومتریک. با این نقشه ها میتونیم سه بود و توی دو بود نمایش بدیم. توی نقشه ها یه سری اطلاعات برای تیم های اجرایی و بازرسی. پس نکته که هستش اینه که نقشه های آیزومتریک هم برای اجرا و هم برای بازرسی و کنترل کیفیت کاربرد داره. یه سری اطلاعات مثل جهت های جغرافیایی، محل اونا توی سایت، سایز و خط لوله که اطلاعاتش رو برای ما به نمایش میذاره، کلیه اقلام مصرفی با جزئیات کامل مثل سایز، ابعاد متریال، استانداردهای مربوط که این قسمت رو توی بیلاف متریال نقشه نمایش میدن و همچنین یه سری جداول مورد استفاده و اطلاعات فنی مثل دما، فشار طراحی و همچنین فشار تست و اطلاعات مربوط به آزمایش که در پایین نقشه‌های آیزومتریک به نمایش گذاشته میشه. حالا بهتر که بریم دو تا نقشه PNID و همچنین آیزومتریک ببینیم تا با اطلاعات اونها آشنا بشیم. دوستان، این یک نقشه PNID هستش. همونطور که مشاهده میکنید توی این نقشه تجهیزات اصلی سیستم مثل پمپ ها، مثل مخزن ها یا حتی ولف ها برای ما نشون داده شده. تمامی ابزار دقیقی که توی خطمون به کار میره مثل فشار سنج‌ها و دما سنج‌ها برای ما نشون داده شده توی این نقشه. نکته‌ای که در مورد نقشه‌های PNID هستش اینه که تمامی خطوط لوله کشی به صورت خط صاف و مستقیم برای ما نشون داده شده. این خیلی بدیهیه که توی واقعیت این خط‌ها به این صورت نیستن و این خط‌ها به صورت سه‌بعدی نصب میشن. اینجا فقط برای سادگی کار و برای اینکه ارتباط بین سیستم ها رو برای ما نشون بده و مشخص کنه از خطوط صاف برای لوله کشی هامون استفاده کرد. خب دوستان، این یک نقشه آیزومتریک هستش. همونطور که مشاهده میکنید خط لوله کشیمون به صورت یک خط کاملا سه‌بعدی برای ما ترسیم شده. این نقشه ها اطلاعات زیادی رو برای تیم های اجرایی و بازرسی دارن. توی این نقشه ها یک سری علائم مثل جهت های جغرافیایی، مثل جوینت گذاری ها، یک سری اطلاعات دیگه این پایین مثل فشار کاری، فشار طراحی، دمای کاری و دمای طراحی، همینطور دمای تست، سیال تست، اطلاعات مربوط به NDT ها، اطلاعات مربوط به تست سیستم، اطلاعات مربوط به تنش زدایی و همچنین آنالیز تنش سیستم برای ما آورده شده که توی فصل نقشه خوانی به اونها کامل میپردازیم. همچنین اگه دقت کنید در این قسمت نقشه بیلاف متریال نقشه رو مشاهده میکنیم. توی این قسمت یک سری اطلاعات مربوط به خود خط برای ما آورده شده. برای مثال پوینت نامبر 1 نشوندنده یک پایپ هستش که از نوع سیملس هست، بیول انت هستش، از متریال A53 برای ساختش استفاده شده، گرید B، استاندارد ساختش ASME B36 و یه سری اطلاعات دیگه در مورد سایزش، اسکیجولش که 40 هستش و یه سری اطلاعات دیگه که توی فصل نقشه خوانی به صورت کامل به اینها میپردازیم. یا برای مثال شماره 9 که نشوندنده الگوه، شماره 7 که نشوندنده یک اولت هستش و اطلاعات دیگه که توی این قسمت وجود داره. دوستان، توی این قسمت به بررسی استانداردها میپردازیم. استانداردها دسته دیگه ای از اسناد و مدارک پایپینگ هستند که برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات مورد استفاده قرار میگیرن. استانداردها در واقع معیارهایی هستند برای ایجاد هماهنگی بین کیفیت و هزینه. به چه منظور؟ به منظور افزایش قابلیت اطمینان و کاهش ریسک. که حالا توی سالهای اخیر توسط دولت‌های ملی و محلی یک سری اجبارها براشون تدوین شده. مهمترین استانداردهایی که توی صنعت پایپینگ کاربرد دارن عبارتند از
ASME یا American Society of Mechanical Engineers که استاندارد مربوط به انجمن مهندسین مکانیک آمریکا هستش. استاندارد ASTM یا American Society for Testing and Material که این هم استاندارد مربوط به انجمن تست و متریال آمریکا هستش. استاندارد بعدی که API هست American Petroleum Institute که استاندارد مربوط به نفت آمریکا هستش. استاندارد بعدی AWS یا American Welding Society که مربوط به انجمن جوشکاری آمریکا هست. استاندارد IPS یا Iranian Petroleum Standard که مربوط به استاندارد نفت ایران هست. و استاندارد MSS که Manufacturers Standardization Society که مربوط به استاندارد تولید کنندگان شیرالات هستش. استاندارد ASME یکی از بهترین و پیشروترین مؤسسات تو زمینه تولید و تدوین استانداردهای مهندسی مکانیک هستش. استانداردهای این مؤسسه موضوعهای خیلی مختلفی رو پوشش میدن. یه سری موضوع مثل تجهیزات تحت فشار، تأسیسات هسته‌ای، آسانسورها، پایپین و موضوعات خیلی مختلف. تعداد استانداردهای این مؤسسه حدود 600 تا هستن که بخش‌های مختلفی داره این مؤسسه، از کمیته‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین کمیته‌ها کمیته مخازن تحت فشار هستش که استانداردهای پایپینگ هم توی همین کمیته تدوین میشه. این قسمت چارت استانداردهای پرکاربرد ASME هستش که با توجه به نیاز کارفرما و همچنین پروژه باید از اونا استفاده کنیم. هر کدوم از این استانداردها شامل یک یا چند تا کتاب فنی مهندسی هستن که باید اونا رو بشناسیم و بتونیم از اونها استفاده کنیم. کدهای این استاندارد شامل استانداردهای متریالی، استاندارد تست‌های غیر مخرب، استاندارد مخازن تحت فشار، استانداردهای ولدینگ یا همون جوشکاری، استانداردهای پایپینگ، استانداردهای مربوط به ساخت فیتینگ‌ها، استانداردهای مربوط به جرثقیل‌ها، استانداردهای مربوط به آسانسورها و استانداردهای مربوط به نگهداری و تعمیرات هستش. استاندارد ASME B31 که مربوط به لوله کشی صنعتی تحت فشار یا همون پرشر پایپینگ هستش که کاربردهای مختلفی توی صنایع مختلف داره. هر کدوم از بخش‌های B31 سری مقررات و قوانینی هستن که برای کل کارهای لوله کشی کاربرد دارن. حالا لیست کدهای این استاندارد رو توی اسلاید بعدی میتونیم ببینیم. کد ASME B31.1 که مربوط به پاور پایپینگ یا همون لوله کشی نیروگاه حرارتی به جز اتمی هستن. B31.2 مربوط به فیول پایپینگ یا سیستم سوخت رسانی است. دلیل قرمز بودنش هم این هستش که این کد استاندارد در حال حاضر منسوخ شده و از کدهای استاندارد دیگه استفاده میشه. استاندارد ASME B31.3 که مربوط به پروسس پایپینگ هست، سیستم لوله کشی فرایندی. ASME B31.4 مربوط به لیکوید پایپینگ یا همون لوله کشی خطوط انتقال سیال هست.